بنابراین پروردگار بزرگ و بی همتا بر عرض سلام و بعد از ظهر شما عزیزان بخیر، انشاءالله که جور حتماً باشین و تا کنون روز را بخیر و به خوبی پشت سر گذاشتانده باشین. برنامه رسم زندگی است و ای بار خواستم در برنامه در ارتباط با اصل سر صحبت های داشته باشیم با آقای عزیز سدید. ایشان آگاه مسائل حقوقی هستند، در مورد سال میگن چه تعریف از سال ایشان دارن و بعد از پیدا کردن به سال نیاز بر چه است و چیزی که بارها یادآوری کردیم همین است که اگر ما در میار خودمون سال نکنیم نمیتونیم در سطح بزرگ یا در سطح کشور در انتظار سال باشیم. سال را میشه از محیط خانوادگی آغاز کنیم، در اجتماعی که هستیم با یکدیگر سال کنیم، یکدیگر خود را بپذیریم. این گونه است که میتونیم بالاخره به سال دست پیدا کنیم در سطح بزرگ، در سطح کشور و بالاخره روز برسه که به مفهوم واقعی ما به سال نایل بیاییم. و سایر موارده که آقای سدید میخوان یادآوری کنن در ارتباط به سال و چگونگی دست پیدا کردن به سال، شما همچنان میتونین تماس بگیرین 020-220-93 تماس های شما عزیزان را هم میداشته باشیم، پرسشاتون را مطرح بسازین. خوش آمدین آقای سدید. سلام عبد باشید. تشکر. سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما و تمام عزیزایی که از طریق تلویزیون خورشید شاهد ما هست. ممنونتان. آقای سدید، در ارتباط به سال شما چی تعریف دارین ابتدا؟ خب صلح قسمی که از اسمش پیدا است، صلح و مصالحه، یکی از اصول و صلح و آرامش به معنای یکی از اصلی ترین و اساسی ترین حقوق بشری انسان ها است. صلح یعنی ضد جنگ، صلح یعنی وجود آرامش، صلح یعنی نبود تنازعات، صلح یعنی حل تمام مشکلات بین انسان ها و همین شکل تعریف مختلف شده. اما ای که به قسم که شما اشاره کردین، صلح از کجا آغاز میشه و انسان چگونه میتونه که یک زندگی در پرتو صلح داشته باشه، یک زندگی با ثبات داشته باشه و انسان بتونه که از امو آرامش هایی که حق یک انسان است به او برسه، این دقیقا شروع میشه از امو سطح خانواده ها و افراد که یک خانواده با هم زندگی میکنه و بالاخره در سطح اجتماع زندگی میکنه و بالاخره در سطح کشوری و دولتی و همچنان در سطوح بلند و نظام بین الملل چگونه میتونن بالاخره کشورها با هم کنار هم بیان و در ساحه صلح و آرامش زندگی بکنن. مسئله خوبه یادآوری کردین، چیزی که در ابتدا در مقدمه هم تذکر دادم به اینکه صلح از محیط برام خانواده آغاز میشه. در اجتماعی که هستیم، حالا اگر من نتونم با در محیط کاری با یک همکارم صلح داشته باشم یا صلح کنم، چگونه میشه ما شاید صلح کلن در یک اجتماع باشیم؟ چگونه میشه که نمی حس درک هر فرد داشته باشن؟ بارها شعار صلح بلند میشه، میگیم که ما در انتظار صلح هستیم، ولی غافل هستیم از این که ما چی مسئولیت در قبال صلح داریم یا بر پیاده کردن صلح چی نیاز است که هر کس انجام بده یا هر فرد در یک اجتماع انجام بده. چگونه میشه که نمی ذهنیت به مردم داده شوه و بدانن در موردشون مسئولیت خود را ادا کنن؟ بله، خب یک مسئله خیلی واضح و دقیق است که هر انسان طالب آرامش هست، هر انسان خوش داره و برای هر انسان ای زیباست که بعد آرام باشه، در آرامش زندگی بکنم، کسی به او صدمه نرسانم و از کسی متضرر نشه. ای خواست و احساس تمام انسان ها می است. اما متاسفانه که در کنار از این احساس که انسان ها میخوان آرامش داشته باشن، یک حس و یا هم یک حرص بد دیگه که در کنار از این توامیت داره در خواص انسانی است که انسان گاهی به قناعت نمیرسه و یا هم گاهی انسان تجاوز میکنه از جایی که باید باشه. این باعث میشه که تنازعات بین انسان ها وجود بیاد. خب صلح چیزی نیست که ما انتظارش بکشیم که صلح بالاخره یک روز خواهد آمد. خب انسان ها وقتی که با هم زندگی میکنن، قسمی که در قرآن کریم هم ذکر است و قسمی که در تمام قواعد بشری آرامش انسان ها حق مسلم از اونها دانسته شده، دولت ها مکلف است که حق رعیت و حق ملت را باید اونها که یکی از حقوق بلند و بزرگش از صلح هستی را باید تأمین بکنه. انسان ها باید با آرامش به سر ببرن. اما این مشکل قسمی که گفتم و قسمی که شما اشاره کردین، هر انسان چی خانم باشه چی مرد باشه، اقشار مختلف جامعه
میتونه که سهم ارزنده داشته باشن و هر کس به سهم خود مسئولیت بده. چیزی که حق مسلم تمام انسان هاست گفتین سال، ولی چرا بعضا ما خودمان یک از خود ما میگیریم، خود محروم میسازیم از سال؟ خب به جایی که اگر خود را بپذیریم، بعض مخالفت های در میان ما وجود می داشته باشه، مسائل است که ما را از یکدیگر دور میسازه در اجتماع، و بعضا باز میگیم که دیگران نمیخواین یا کشور خارجی هستن، دست بیگانگان است که ما در این نابهنجاری ها هستیم یا در مشکلات هستیم. اینی مسئله از بین بردن مخالفت ها و داشتن حس پذیرش از کجا آغاز میشه و چگونه است؟ بله، خب یک موضوع رو باید اشاره کنیم است که موضوع جنگ یا موضوع تنازاتی که واقع هست، ببین این خود به خودی به وجود نمیه، بالاخره این هم از خود عوامل داره. هیچ مشکل اساسی دی است که قسمی که اول گفتم صلح اصل است و جنگ یک ناگزیری هست. متاسفانه که فعلا دنیای فعلی و یا هم چیزی که در افغانستان دی چند دهه واقع شد که این حق مسلم مردم ازش سلب شد، آرامش مردم ازشان قید شد، ازشان گرفته شد و مردم دمی چندین دهه در بسیار دربدری ها و مشکلات و مصائب به سر میبرند، ای گزینش خود مردم نیست، ای گزینش ملت در حقیقت نیست. متاسفانه که از نگاه رهبری کشور و از نگاه بزرگایی که در کشور دارند، ما میتونیم بگیم که خیلی ضربینی هست کسایی که واقعا آرامش مردم میخوان. به این معنی که صلح و جنگ دو پدیده ای است که انسان به موفقیت میرسانه. هم صلح میتونه که انسان به موفقیت برسانه و هم جنگ میتونه که به موفقیت برسانه. متاسفانه که گروه های زشت و افکار زشت همیشه از طریق جنگ پیش میرن و امو افکار خوب و افکار پسندیده میخوان که از طریق صلح و آرامش به پیش برن. اینجا قسمی که من قبلا گفتم، یک وقتی که یک موضوع پیدا میشه، بعد در گام نخست از در صلح وارد شه. اگر ما اول میایم جنگ میکنیم و بعدا صلح را ناگزیری خود قرار میدیم، این اشتباه بزرگ است که در افغانستان هم تکرار شد. ببینید مشمو اگه جنگای داخلی بود، اگه جنگ خب بیگانه، خب بیگانه است، بیگانه خب میفهمی شما کنو اهداف خود را دارن. متاسفانه که صلح و جنگ هر دوش امروز به تجارت گذاشته شده. اگر منافع خود را قدرت های زی دخل من اونا در صلح جستجو میکنن، صلح پیشنهاد میکنن، و اگر اونا منافعشون در جنگ باشه، از طریق جنگ پیش میاد. شما موضوع افغانستان اشاره کردین به سطح کشور ما، ببینین وقتی که مشکل در افغانستان رخ داد و امو 11 سپتامبر که منشی از تمام مشکلات 17 ساله فعلی را ما در نظر بگیریم به دور از گذشته، شما ببینید که اگر ما امی صلح را که فعلا در افغانستان بحثش بسیار داغ هست و ای یکی از ناممکنه ها قرار گرفته فعلا در افغانستان، تا مورد اعتماد کسی نیست که ما بتونیم دارامش به سر ببریم. مورد اعتماد نبودنش هم مربوط میشه پس به خود رهبرای افغانستان، که متاسفانه رهبرای افغانستان کشور ما را دمی چندین دهه به حیث یک پایگاه استخباراتی منطقه و کشورهای قدرتمند درآوردن، که هر رهبر ما بجز از بسیار اندک ضربینی افرادی هستند که اونا واقعا وطن دوست هستند و واقعا بر وطن کار کردن، بر صلح کار کردن، که او هم جایی را نگرفت چون بسیار اندک بودن. یعنی هر رهبری را که شما محاسبه بکنید، اگر واقعا بین باشیم، هر رهبر ما یکی از مامورین استخباراتی کشورهای بیگانه بوده. صحبت های بیشتر شما را می داشته باشیم آقای سدید، ولی چند پیام بازرگانی را تماشا کنیم، برمیگردیم. برگشتیم در ادامه برنامه رسم زندگی با موضوع اصل سال، و شما هم میتونین پرسش های داشته باشین. شما تلفن برنامه رو میدانید 020-220-1093. آقای سدید، از جنگ یادآوری کردین، گفتین جنگ ناگزیری ما است و از در ابتدا باید از صلح کار بگیریم. اگر هر مسئله می باشد، بر هر فصل هر مسئله از صلح کار بگیریم به جای جنگ. حالا یک پرسش دیگه مطرح میشه، چرا در هر مسئله مهم کشور دیگران میاین در بین ما صلح میکنن؟ اگر مسئله خب انتخابات است یا هر مسئله که باشه، نمیخوایم که بعضا چون سیاسی هم شوه، یعنی دیگران میاین در میان ما صلح میکنن، گرچه دین اسلام دین صلح است و ما مسلمان هستیم، یعنی واقعا برزش و اهمیت صلح پی نبریم، در میان خودمان کنار نمیایم که نیاز داریم که حتما باید یک بیگانه بیاید در بین ما صلح بکنه، یا دلیلش در چی بود؟ شما بسیار موضوع زیبار اشاره کردین و این حق هر افغان است. افغان ها آنقدر زجر کشیده هستند، آنقدر افغان ها را اینا به انزوا از حقوق انسانیشون کشانده،
که هر افغان حق داره این موضوع را پرسان بکنه و این سوال برای از کسایی که مطرح نیم اونا اصلا از افغانیت خود درک ندارن و از وضعیت بده که افغان ها قرار داره فعلا و به چندین دهه از اونا خبر ندارن. موضوعی که شما گفتین چرا باید مداخله کشورها صورت بگیره، این سوال است که از حال نه بلکه از چندین دهه یا حتی بگیم که از یک صده افغانستان دچار از این سوال هستند. این خود ما هستیم. شما گفتین که امی خود اوامر دینی ما شما را بسیار فرمول های بسیار زیبا به خاطر یک زندگی مرفع و یک زندگی مستقل به ما ارائه کرده و خداوند ببینه شما صلح خیر دانسته و قتال و جنگ را خداوند زشت دانسته، ولی اگر قتال و جنگ هم بوده ببینه تمام ادیان آسمانی قتال و جنگ را به خاطر دفاع از بدی ها اشاره کردن. هیچگاه خداوند توصیه به جنگ به انسان نکرده که شما باید جنگ بکنه. هیچگاه توصیه نه و در هیچ آیت از قرآن و یا هم ادیان قبلی هم نیست کسی که به موش مانشان بده که خداوند به اینجا به جنگ امر کرده. خداوند همیشه به صلح، به مفاهمه، به اخلاق، به زیبایی ها یک زندگی زیبا را خداوند بر انسان پسندیده و انسان به مو زیبایی هایش آفریده که زیبا زندگی بکنه در دنیا. و دلیل جنگ در جغرافیه برام افغانستان در چی بوده میتونه؟ ما داریم سر چی میجنگیم اگر دقیق فکر کنیم، دقت کنیم. خب دو بود است. یکی بودی است که متاسفانه ما ملت هستیم، یک حقیقت تلخ همی است که ما ورق زندگی خود را به دیگران سپردیم تا زندگی ما را رسم بکنه. خب وقتی که ورق زندگی خود را ما به دیگران سپردیم، هر چیزی که دلشون شد به مو شکل به ما زندگی میسازن که دهی باز ما هم چیزی گفته نمیتونیم که واضح هست برای همه. موضوع دیگه مداخله ببینه، یکی خب موقعیت جغرافیایی و جیوپولیتیکی افغانستان هست که از نگاه موقعیتی که افغانستان واقع هست، اینجا کشورهای منطقه از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی اینجا دیدگاه های خیلی تند نسبت به افغانستان میتونه که پیدا بکنن. خود موقعیت افغانستان این سبب شده، ولی این به این معنی نیست که ما موقعیت افغانستان ملامت بدانه، بلکه ما از این موقعیت یک نعمت خداوند است که ما این مشکل بازم به ما برمیگرده که ما از این موقعیت خود به شکل درست استفاده بکنیم، در حالی که موقعیتی که افغانستان داره فعلا باید یک کشور مقتدر و قدرتمند اقتصادی، سیاسی و نظامی در سطح آسیا می بود افغانستان که نیست. بازم این برمیگرده گفتم که ببینید دیگران مداخله میکنن. ببین این جای خیلی عجیب و جای خیلی آر و ننگ است که میایم که جنگ ما هم به دست بیگانه ها، صلح ما هم به دست بیگانه ها. بالاخره چگونه میشه اعتماد کرد به این که ما میتونیم به آرامش برسیم و تا وقتی که یک کشور بیگانه بخواد، تا وقتی که یک کشور قدرتمند و یا هم یک نیروی بیرونی میای بر ما صلح پیشنهاد میکنه. خب مگر ما انسان نیستیم؟ مگر ما اینو درک نداریم که ما باید جنگ نکنیم؟ ما نسل بودیم که در جنگ تولد شدیم، فعلا هم در جنگ به سر میبریم. حالا حداقل غم نسلای بعدی که خورده شوه، حداقل اگر مسئله آیندی یک سرزمین کشور مطرح باشه چیگونه میبینین اراده را؟ به اینکه همه گی مردم افغانستان دیگه خسته شدن، پی بردن که رای حل جنگ نیست، رای حل صلح است و چیگونه میشه که سرنوشت خودمان رقم بزنیم، از این مسئله دخالت بیگانگان دیگه خلاصی پیدا کنیم، خودمان سرنوشت خود را بسازیم، در دست خود بگیریم سرنوشتمان را و بالاخره بتونیم به صلح برسیم دیگه. بله، اگر این استعداد و این حس مردم افغانستان، ملت افغانستان، نه رهبرانی که دیروز هم افغان ها را فروختن، افغانستان را فروختن و امروز هم افغانستان را به معامله گذاشته، صلح افغانستان منو تجارت میکنه، جنگ افغانستان منو تجارت میکنه، شما میبینید بسیار واضح تمام اینها را اینها مزشترین عوامل هستند که بعد از سر رای خود ملت افغانستان اینها را باید جاروب بکنه، اینها را باید دور بسازه. اگر میخواین که واقعا به مو رفاه و استقلالیت زندگی خود برسه، شما ببینید ژاپن و افغانستان که همگی میدانند که به یک روز استقلال گرفتن، اما چی شد که ژاپن امروز به امریکا بر قدرت جهان پول قرضه میدن، ولی برعکس امریکا می پول بالای افغانستان مصرف میکنه به خاطر منافع خود. این می افغان ها بین خود در جنگ هستند، افغان ها را خارجی هم میکشه، داخلی هم میکشه، بیگانه هم میکشه. ببینید شما مشکل اساسی ما هست که هم بر ما دشمن تولید میشه و هم ما دشمن ساخته میشیم. هم بر ما طرف مقابل جنگ مثل یک مسابقه واره که شما باید دو حریف برابر بکنید تا مسابقه شما برابر بفته، در غیر از او یک نفر نمیتونه که بتونه خود مسابقه بکنه، این معنی نداره. همی است که قدرت های بزرگ و دشمن های مردم افغانستان به می شکل به ما هم حریف سازی میکنن
ما را به میدان مصروف میسازه، اینا میان منفعت برداری میکنن و متاسفانه متاسفانه خیلی متاسفانه که رهبرای ما هم این احساس متاسفانه که تا بال حال پیدا نکردن. اگر دیروز اونا جوان بودن هم همین احساس زشت داشتن، ولی امروز که پیر شدن و نزدیک به مصطلح نزدیک قبر هستن، باز هم یه خداوند هدایت برشان نکرده. پس این است که یا افغان ها خودشان دست به کار شوند. مردم ژاپن ببینید خواستن، اونا خواستن که تانستن، ما نخواستیم تا بالا. خب طبیعی است کلگی سال میخواه خداوند سال بیاره، خداوند دعا میکنه. کار در عمل باید باید رسند. به عمل ملتش باید کار بکنه، ملتش باید زحمت بکشه. جوان ها دهی نقش داره، خانم ها دهی نقش داره، مویسفید ها، علمای دینی دهی نقش داره. اما اگر ما باز هم با اتکا با بیگانه ها، اما بیگانه هایی که دیروز ما را خراب کرد، ما چگونه میتونیم که امروز اعتماد بکنیم که امروز دوست ما هستند و امروز ما را جور میسازند تا ای که نفع خودشان نباشه؟ پس ژاپن تونست که به یک صلح دائمی برسه. افغانستان هرگز با مداخله بیگانه ها و با داشتن و پیروی کردن از این رهبرای که خائن است، کورکوران ما نه بعد قومی حزبی و یا سمتی پیروی بکنه که فلانی رهبر پشتون است، فلانی تاجک است، فلانی ازبک است، فلانی هزاره است. بسیار یک پدیده شوم و یک احساس شوم بین ما دخیل است که این موضوع. اگر ما واقعا هر افغان پشت از این نگرده که بزرگ کی است، یک بزرگ درست انتخاب بکنه، بزرگ باشه که واقعا رهبرت از انسانت بکنه، نه از هزاره، نه از پشتون، نه از تاجک، باز در اون صورت میشه که ما به یک صلح نسبی و یک صلح خوب دائمی. در غیر از او اگر صلح هم به وجود بیاد به این شکل که فعلا این بازی ها و این تجارت که فعلا سر صلح میشه، مطمئن باشه که این صلح شاید سال هم دوام نکنه و باعث سعادت ما شده نمیکنه. به عنوان کسی که در همین جغرافیا زندگی میکنین، زندگی کردین، چقدر امیدوار هستین که روز میرسه به صلح دست پیدا کنیم؟ چیزی که معمولا شنیده میشه، حرف منفی که از دیگران شنیده میشه، افغانستان آباد نمیشه، بریم یک طرف حداقل از این وضعیت خود نجات بدین، این حرفای معمول است در جامعه ما. شما چقدر امیدوار هستین؟ من میگم بدون شک افغانستان آباد نمیشه. ببینین بدون شک هیچ کاری نمیشه، بدون شک این برنامه شما، اگر شما دمو چوکی بشینید بگید نمیشه، خب نمیشه دیگه. پس افغانستان رو بگید که آباد میسازیم. وقتی که ما نخواهیم، ما تعهد نداشته باشیم، ما صداقت نداشته باشیم، ما ایمانداری در مقابل وطن خود، در مقابل مردم خود، محبت اونس نداشته باشیم، طبیعی است که افغانستان جور نمیشه. خب هر کس پتی خود به شانه خود انداخته و بره در کشورهای بیگانه، ای که وطن دوستی نیست، ای که راه حل نیست. درست افغانستان طبیعی است که جور نمیشم، رهبر درست نداریم، درست استقلالات سیاسی نداریم، منابع اقتصادی ما با دست خود ما نیست، توزیع عادلانه صورت نمیگیره، منابع اقتصادی ما و معادن ما تمامش میال خارجی ها در گرد برده میرن و در جایی که است و هم ناامن است. پس طبیعی است که افغانستان جور نمیشه. افغانستان یک رهبر میخواد، افغانستان یک دلسوز واقعی میخواد که هیچ نوع وابستگی به بیگانه نداشته باشه. تماس داریم با خواهی سدید بیننده ما روی خط تلفن هستن. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. بله، سلام علیکم. سلام، به شما خوش آمدین، بفرمایید. تشکر، خیلی خوبم محترم، شما رو روز بخیر هستین. سلامت باشین محترم، بفرمایید. بیاور ما خوب است. تشکر امیده اگه چی با دباره صلح افغانستان نه که نظر خود داشتیم گفتیم امره شما شدی کنیم بشار برنامه نیکن جور کده بودین. مشنایم بفرمایی. خواهم مشنایی؟ مشنایم بفرمایی محترم. ما میگفتیم که باید هم افغان ها یک شوند. پیش از این ما را همین چیزی که رهبره ما بود کلش ما را فروختم. باید اینو نگویم که تاجک است، پشتون است، یا هزاره است، یا است، باید به افغانستان دیگه همه ما کار کنیم. برادرای ما بسیار گپش درست است، بجه است، ما گپای کل از درک میکنیم، بسیار جوانیم اینطور فهمیده است تحصیل کردن. خب باید در چقدر که ما شما گپ بزنیم نمیره، باید بفهمیم که همه افغان هستیم، باید همه به افغانستان به یک صدا، به یک آواز خدمت بکنیم. کدام که اهل کار است او را خوش بگویم که نمی اهل کار تاس، اگر رهبر ماست، اگر پاسداری ماست، اگر وزیر ماست، برش بگویم که نمی کار تاس نمی دا انجام بودی تو به نمی خاطر نمی ملت افغانستان برای تو رای دادم. محترم فکر نمی کنیم که مشکل در مردم نیست. با مزه صحبتاتون قطع کردم، قسمی که گفتین مشکل در مردم نیست، مشکل در چند فرد است که در قدرت هستن، بسلا بگویم زورمند هستن، اونایی که خود نخبه میدانن دارن مشکلات را دامن میزنن. من میگم خواجان محترم، خواجان محترم، من امیره میگم، امیره میگم باید دیگر افغانستان قانونه زورمند و دیگر گپا این خلاص شدن.
باید دیگه چیزی که قانون افغانستان باشه، هر کس باشه احترام داشته باشه و هر کس به قانون زیر قانون باشه، اگر ما باشه، اگر احمد باشه، اگر محمود باشه، اگر جمهور باشه، اگر وزیر باشه، اگر قماندان باشه، هر کس دت زورگویی باید ختم شود. تا که دت زورگویی ختم نشده باشه، دیگه دفعه ختم نشده باشه، افغانستان جور نمیشه. چرا که طالب که طالب از جنگ امره ما میکنه، او خود بهتر ماست. دیگه که امره ما جنگ میکنه، از یا اینمی یک غازیب زمینش گرفته باشه یا یک دیگه اشکاله باشه، او مجبور میشه میره با طالب. گپای ما رو میشنوید؟ میشنویم، بفرمایید. او مجبور میشه با اینمی دفعه زورگویی باید دیگه ختم شود. افغانستان باید قانون چیزی که از دیگه مردم باید دیگه ما یاد بگیریم. برادر ما میگه که پاکستان از زور میشنوی خور؟ میشنویم. میشنوی خور جانم سلام؟ بله داریم صدایتون رو، بفرمایید. بله. تماس داریم با شما. ما گفتم باید این تونه بگیم که پاکستان پر قدرت است. برادر ما گفت یک نقطه ضعیف شما گرفتیم، ما هم پر قدرت شویم. پاکستان که جور کرده مردمش جور کرده، پاکستان که جور کرده مردمای خودش جور کرده. با پاکستان می مردم پاکستان یکقدر وفادار است، یکقدر وفادار است که دین پاکستان هم زندگی کردن، افغانستان هم ما هم خوشم افغان هستیم که دازر ما شد باشه. تشکر از بیننده ما، تماسشان قطع شد. صحبت های نیک داشتن، راست میگن، من موافقشان هستم. ما کشور قدرتمند بوده میتونیم اگر واقعا از این مسئله زورمندی و از این مسائل بگذاریم، همگی ما به اونمو اصل خود برگردیم، به هویت خودمان برگردیم که افغانیت ما از افغان بودن ما است. بفرمایید. بله. صحبت شما آقای صدی دیدم. بله دقیقاً، قسمی که برادران گفتن احساس بسیار نیک داشتن، موضوع پاکستان ما یادآور نشدیم، ولی اینا شنیده بودن، ما موضوع پاکستان رو یادآور نشدیم. هر کشوری که باشه، ببین هر کشور امروز خوبتر از ما هست، مهمی است. و ما مهم نیست که ما بیایم یک نظری رقابتی داشته باشیم، مهمی است که ما از این حالت بسیار بده که ما قرار داریم از این خود باید بکشیم. ملت تا که ملت خودش بیدار نشه، ملت خودش کار نکنه، واقعا دلسوزانه کار نکنه، اگر هر کسی هست، اگر کسب به کار هست، اگر تجار هست، اگر سیاستمدار هست، اگر حقوقدان هست، اگر رسانه ها هست و هر کسی که هست، هر کسی به سهم خود واقعا کار بکنه. شما ببینید امروز برین یک نظرسنجی شما انجام بدین از 100 نفر جوان، شما اونا را قسم بدین که کدام شما امروز صبح که از خواب خیستین به خاطر وطنتان یک نیت کردین؟ آیا هست؟ نه خیر. ببینید این مشکل خود ماست، در حالی که دیگه دنیا هست. ما ژاپن را برای شما بیشتر مثال دادم، نه پاکستان. ژاپن را به خاطر مثال دادم که او همسان و هم به حساب ما دوگانگی استقلال هستیم. ما و ژاپن، افغانستان و ژاپن دو کشور دوگانه ای است که در یک روز استقلال خود گرفته. ولی ژاپنش ما ببینید مقایسه بکنیم، مقایسه عمیق داشته باشیم، از نگاه سیاسی چه دید زیبا اینا با کشور خود داشتن. اونا رهبرای را نپذیرفتن که رهبرای فروخته شدگی باشه. امروز ببین افغانستان 17 سال قبل در افغانستان نیاز بود کاری که امروز باید میشه. 17 سال قبل نیاز بود افغانستان تا امریکا خب بخوایم نخوایم به می شکل پذیرفتن. 17 سال قبل نیاز بود تو از در مصالحه وارد شوند افغانستان، هر کسی که بود اینجا، هر گروهی که اینجا واقع بود. 17 سال قبل مذارت داشتیم بگیم بیان که مشکل پیدا داشتیم، مشکل ما حل بکنیم. پس چرا ما 17 سال جنگ میکنیم وقتی که زور ما نکشید باز میم؟ یا ای که مفاد ما در صلح بود، بیان بیاخر نشه صلح بکنیم. خب این یک قماربازی هست که امرای ما انجام میتون دیگه. ای دلسوزی نیست. و باز مشکلش است که ما کلید خانه خود را، ما سرنوشت خانه خود را، صلاحیت خانه خود را ما به دست بیگانه سپردیم. سلامت باشین آقای صدیق، ممنونتون. فرصت به اتمام رسیده و ممنون از برادر ما تماس گرفته بودن، صحبت های نیک داشتن و بیننده های ما که پیام هایشان رو با ما شریک ساختن از طریق دنیای مجازی. ممنون از همگی شما. صلح را از ما میتونیم از خود آغاز کنیم، از محیط برام خانواده آغاز کنیم، در اجتماعی که هستیم. انشاءالله امیدوار باشیم، هیچ چیز محال نیست. تا فردا، خدا نگهدار.